برنامه صحبت روز. سلام به بیننده عزیز زکی و هوشمند تلویزیون بهارستان. امروز در برنامه صحبت روز راجع به صلح و ثبات تاجیکستان، وحدت آفری و وحدت سرای تاجیکان صحبت میکنیم و با ارادت و صداقت مندی در برنامه امروزه حضور دارند گلسون واسیوا، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77 شهر دوشنبه. خوش آمدید معلم عزیز به سفره صحبت روز. سلامت باشید. بینندگان عزیز، سال 1997 ملت تاجیک تاجیکان دنیا توانستند که با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وحدت کامل وطن را به دست بیارند و این وحدت تا به امروز جاودان است و میخواستیم نخست از مفهوم وحدت صحبت کرده باشیم. مرحمت. ما یکی از انسان‌های خوشبخت‌ترین سیاره هستیم، زیرا خلق تاجیک با خرد اجدادی خود، با فعالیت سیاسی و پیشبینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانست صلح و وحدت تاجیکان را برقرار نماید. بله، صلح و وحدت از نگاه من همچون یکی از شهروند خوش اقبال تاجیکستان در آن است که ما هر صبح با نیتهای نیک از خواب میخیزیم، فرزند خود را به مکتب رهسپار میکنیم، کودک خردسال را به باغچه رهسپار میکنیم و فرزند دانشجویمان را به راه دانش به دانشگاه ها رهسپار میکنیم و زن و شوهر با یک امید و نیت پاک، با دید نو، با امید به آینده نیک به سوی کارخانه ها رهسپار میشویم. همه همین صلح و ثبات، وحدت، یگانگی کشور به واسطه به فعالیت سیاسی پیشوای خردمند ما اساسگذار صلح و وحدت ملی وابستگی زیج دارد. به همگان معلوم است که وقتی که اجلاسه 16 شورای عالی برپا گردید، اولین نیت و اولین قولی قوی پیشوای ملت همین بود که اون کس گفته بودند. من قسم یاد میکنم که تمام دانش و تجربه خود را برای در همه خانه و هر آیله آوردن صلح روانه کرده، برای گلگل شکوفی وطن عزیزم صادقانه خدمت میکنم و این مرد خیرد، این وحدت سرا توانست که به این قسم خود مردانه، پدرانه، غمخورانه، صادقانه خدمت کند و امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رو که در همین فضای صلح و ثبات، در فضای آسایشتگی عمر به سر میبرد، به مثل سرور کشورمان صادقانه به خلق و وطن خدمت کرده باشد. درست است، واقعا هم شما درست قید کردید که مثلا 21 سال اینجانب ما زیر لوای یا اینکه پرچمی صلح و دوستی در پیروی با پیشوای معظم ملت، فرزانده فرزانه ملت، انامین صلح و ثبات را، انامین وحدت را، انامین آرومی را یعنی که دوام داده استادیم و من فکر میکنم که انامین وحدت در طول 21 سال ثمره داد و ثمره داده استاد است. این هم باشد صلح آفریست، وحدت دوستیست، وطن دوستیست، آرومی است و آموزگار که امروز سیمای برجسته و ایدیالی نسل نورست است. امروز چگونه در نهاد نسل نورست، در نهاد خواننده مؤسسه تعلیمی انامین وحدت را جای میکند؟ مرحمت. من که خود آموزگار صنفای ابتدایی هستم و سابقه کاری من هم قدم استقلال است، یعنی 26-27 سال است که من به نسل نورست از باب علم و معرفت راهنمایی میکنم و فکر میکنم که سال به سال خواننده عصر 21 زکی، زیرک و هوشمندتر است. ما در موضوع صلح و وحدت هنوز از اول سال تحصیل، از روز 1 سپتامبر که روز خود روز صلح است و تا انجام آن که من انجام سال خانش با گویم روز بین المللی محافظت کودکان و در ساعت آخران تربیوی ما که روز 27 این روز وحدت ملی قبول کرده است، قریب همه روزه در این موضوع صحبت داریم، موضوع های درسی داریم. در هر چاره بینیوی که ما اوید وحدت صلح به خوانندگان معلومات می دهیم، من فکر می کنم که از خواننده سنف 1 تا 11 هم که در مکتب های تحصیلات میانه عمومی به تحصیل فرا گرفته شدند، اونها علاقه وابسته به نمین وضع آرامی سیاسی کشور
وابسته به آنه که برای آنها تمام شرایط ها در مکتب مؤسسه تحصیلات عمومی مهیا گردیده است، فکر میکنم همه انامین فضای صلح و وحدت رو، من که خود خواننده صنف یکم دارم، روز یکم ایون ما با همراه خوانندگان در روی فرش همان مؤسسه یک روز پیش آماده کرده بودیم، وقتی که آنها رسم میکشیدن نفر رسم افتاب رو کشید و در آنجا وقتی که ما فکر همون خواننده رو میپرسیم که افتاب رمزی چی است، و میگفت که افتاب این نورپاشی پیشوای ملت است. ببینید در این فکری خواننده صنف یکم که هنوز سال اولی تحصیل است در مؤسسه و توانست است انا همین نورپاشی کشور خود را روشنی، یعنی که انا همین کلمه وحدت خود همین است، وقتی که خواننده در میابد که انا همین روشنی، ببینید چقدر مفهومی زیاد است. افتاب رو، نوری آن رو و پریزیدنت مونند کرده، گفت که من رسمی پیشوای ملت رو کشیدم و دیگر رسمی پرچم رو میکشید که وقتی که رنگ های آن رو رنگ میکرد در بین آن تاج و هفت اختر رو با رنگ زرد رو میداد. اونیز میگفت که این هم طبعم است و رسم جناب عالی. بعد وقتی که ما آموزگاران فکر آنها رو بازپرسی کردیم، آنها توانستند گفتن که پرچم ملی که مقدساتی وطن است، پرزیدنت نیز برای ما مقدس و عزیزند. بینید چقدر همین ثمره آن است که در درس های همه روزه آنها دریافتند که انامین صلح و ثبات به شرافتی که به دست آمده است. تشکر، سلامت باشید. یعنی که امروز آموزگار میتواند یا اینکه قادر است که برای اصول های نوینی تعلیم انامین صلح و ثبات آرامی تاجیکستان را در نهاد نسل نورست از زینه پایانی مکتبی مثلا جای کرده باشد. و آغازی همه آغاز ها گفتیم که از صلح هست. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز بس و رمزی قبول کردن یا که انتخاب کردن نخست درس را در مؤسسه های تعلیمی در موضوع صلح، و به واسطه پیشوای ملت نیز اشتراک میکنن در روز دانش در این یون مؤسسه های تعلیمی یا اینکه مکتب های عالی و با اهل جامعه با نسل نورس و جوان انامون درسی صلح رو میگذارن و تا آخری سال انامین درسی صلح باید که در مؤسسه های تعلیمی در همه درس ها صدا دید و انامون خواننده فهمانیده باشد. باید که خواننده دانه درک کند که ما در دولت مثلا زندگی کرده استادهیم که سرچشمه میگیرد از صلح و ثبات، استقلالیت و وحدت کاملی وطن. ببینید معلم عزیز که مثلا در مؤسسه های تعلیمی در برابر اونه که مثلا خوانندگان تحصیل میکنند، سبقت های گوناگون ذهنی، فرهنگی، المپیاد های فنی مثلا پیاده کرده میشد یا اینکه برگزار کرده میشد. این چندین سال هاست، این انانه است، این یک مالی نو نیست، لیکن من فکر میکنم که یک سمتی اون، یک پهلوی اون، این پیش از همه دوستی، برادری، یک دیگر فهمی، دوستانی نو پیدا کردن میان همین خوانندگان است. همین گونه است معلم عزیز. بله، چه خیلی شما قید کردید. برای دریافت خوانندگان بالایقد همه ساله از المپیاد نوحیوی سر کرده تا المپیاد بین المللی خوانندگان ما خوشبختانه آمادگی میگیرن، اشتراک میکنن و باعث افتخار است که غالبیت را نیز به دست میارن. شتوری که شما قید نمودید، وقتی که خواننده در دوری مکتبی با هم در یگان المپیاده قوا آزمایی میکنند، علاقه همین جو مفهوم وحدت کشوده میشود. یعنی وقتی که خواننده صنفی موازی فرض کردیم از صنف نوح ا نوح ب، نفرانی که در آنجا اشتراک میکنند، آنها علاقه بین هم دوستی میورزند، بین آنها اتفاق برمیآید. وقتی که در ناحیه خواننده بالایقد جوی میگیرد، علاقه یک ناحیه کوشش میکند از مکتب های گوناگون، ببینید اینجا تضاد هست، علاقه نه از نام مؤسسه بلکه از نام ناحیه که وی برآمد میکند. خوانندگانی که در المپیاد ناحیوی با آنها رقابت داشتند، علاقه با آنها دوست میشوند. و در ببینید که از تکنیک و تکنولوژی پیشرفته استفاده است، در سمونه ها آنها انتظار میشوند که از ناحیه ما همون نفری که با من رقابت داشت در دوری شهری خالی میآید یا نه، از رقیب به رفیق میگذرد. بله درست خیال کردید. آنها علاقه بین خود دوستی میورزند و طریق تلفن های موبایلی، طریق شبکه اینترنتی با هم در علاقه میشوند که تو از این جهت آمادگی بین، شاید که تو به غالبیت دریابی.
و همین طور می رود انامین دوستی تا دوری المپیاد جمهوریوی. اکنون که رفتن آنها در سطح بین المللی، برای آنها مکتب ناحیه شهر مهم نیست، برای آنها زیر یک لیوا زیر یک پرچم ایستادن و انامون پرچمی که مثلا برای ملت تاجیک وحدت آورد ایستادن و افتخار کردن است و معرفی کردن ملت و دولت خود است. این هم باشد سرچشمه میگیرد باز از وحدت کامل وطن. و اکنون وظیفه ما و شما امروز اهل زیا، اهل فرهنگ، اهل مدنیت، اهل ادب از اون عبارت است که از خردی در نهادی انامین کودکان و نورسان مفهوم دوستی، مفهوم کلمه دوستی، مفهوم کلمه وحدت، استقلالیت را فهمانده باشیم. ابراز نظر شما در این زمینه امروز به اندیشه شما در مؤسسه های تا مکتبی، اونه که مثلا شما امروز آموزگاری صنف ابتدایی هستین، از مؤسسه های تا مکتبی می بیان نزد شما چگونه هستند؟ جوهر در نهاد انمی کودکان نهان است که این هم عبارت باشد از دوستی و صلح و وحدت و آسایشتگی ملت و دولت. سلامت باشید. من خیلی شدم که اساسور صلح و وحدت ملی با انامین سوهای معارف که سوهای افضلیاد نکش اون را شموریدن سول با سول بیشتر دقت و دقت داده استودن و چطوری که همگان شاهدیم همه سولا در جمهوری تاجیکستان از در ساختار معارف از ساختن و با استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی حسن سروری دولت همون خیلی زیاد شده استوده است. با عقیده من آید آمادگی خوانندگان سن تا مکتبی با مکتب نسبت به سالهای پیشتر خیلی خوب است، چون که خیلی که گفتم در سابقه چند ساله کاری ما بعضن با خوانندگان از برنامه نهایی دارد و حد اقل دارد. وقتی که با خوانندگان وقتی قبول به صنف یک هم صحبت می شدیم، سال گذشته خیلی با آنها دشوار بود کار کردن. خوشبختانه والدان در کردن که هنوز از سن تا مکتبی خوانندگان رو در مؤسسه تا مکتبی بردن ضرورت دارد. و در اینجا البته حس کرده می شود عهده‌داری و وظیفه های والدین. تشکر زیاد معلم عزیز، سلامت باشید. و اینجا یک اندیشه دیگر هم نیز است که مثلا امروز وحدت باید که جاویدانی باشد. انمی جاویدانی باید که مثلا از خانه سرچشمه گیرد، از محیط خانوادگی سرچشمه گیرد. وحدت باید که میانی زن و شوهر باشد، وحدت میانی فرزند و والدین باشد. اگر در اون خانه مهر باشد، صداقت باشد، صمیمیت باشد، پس می شود وحدت کاملی وطن در محیط خانوادگی. ابراز نظر شما رو میخواستیم راجع به این فهمیده باشیم، چون زیرا که شما پیش از اونی که امروز آموزگارید، پیش از اونی که همچون اهل زیا در برنامه صحبتی روز اشتراک کرده استودید، شما مادر هستید. میخواستیم راجع به فرهنگ خانوادگی و آراستن وحدت، وحدت آفری در محیط خانوادگی صحبت کرده باشیم. مرحبا. بله سلامت باشید. من فکر میکنم وحدت از آیله هم سر میشود، چون که همون نفری که در آیله سالم به وای میرسد و در جامعه سالم وارد میشود. و البته وقتی که در بین زن و شوهر مناسبت خوبی خانوادگی است، معاشرت خوب است، صمیمیت است، احترام است، اعتقاد است، البته همه همین به نسل نورس به فرزندان وای میگذرد. نفری رو میپرسند که برای تربیه فرزندت چی کار کردی؟ گفت هیچ. گفت پس چرا آنها این گونه عبرت نمایند و باعث افتخارند؟ آن نفری بزرگ جواب داد که من برای تربیه آنها خودم نمونه عبرت بودم. یعنی چون این رفتاری در زندگیم کردم که باعث پیروی آنها شود. و البته این گفته بزرگ خیلی این روایتی که من آوردم معنی چقور دارد. برای اون که ما در تربیه فرزند خود سعی کنیم، باید پیش از همه خودمان والدان نمونه عبرت باشیم. همه روزه از خانش، از فعالیت، از یک روز، از یک روز فرزند پرسون شویم. بگو سری سفره شام پرسون باشیم که فرزند عزیز امروز تو چگونه گذشت. و باید همین پرسیش با جرأتانه از طرف فرزند به والدین هم باشد. تشکر، سلامت باشید. چون که به ما و شما معلوم است این وحدت به آسانی برای ما امکان دست ندادیم که به آسانی به دست ما نیومد، لیکن از خانواده که گفتید اینجا باید که اگر ما دو نفر
پدر یون که مادر یون که فرزند وحدت آفری کنند، جامعه وحدت آفری میکند. جامعه که وحدت آفری که دولت وحدت آفری میکند و همین گونه میشود صلح و ثبات تاجیکستان و یک دلی و استقلالیت و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان. و با امید اونه که وحدت ملی ما، وحدت کاملی ما جاویدانی باشد و صد ساله ها از میوه های شهدباری آن چشیده باشند، بوی کرده باشند، باید که ما قدم های استوار نهاده باشیم برای سرسبزی این ملت و دولت. بینندگان عزیز، حکمت وحدت در جمهوری تاجیکستان دامنه دار است و ما با دست دادن امکان سر این مسائل برمیگردیم. معلمه عزیز، تشکر برای ارادت و صداقت مندی و یک جهان مهر و صمیمیت و اخلاص که در برنامه صحبت روز اشتراک کردید. تماشابینان گرامی، با چنین مصرعه ها به برنامه امروزه نکته میگذاریم. شکری صلح و شکری وحدت میکنیم، شکری امن و شکری دولت میکنیم، شکری سالی پرزیاو و بابرار، شکری سرسبزی ملت میکنیم. برنامه صحبت روز.